قطعا آگاهی دارید که دو سال پیش در جلسه ای که هیئت دولت داشت موافقت شد که نرخ بنزین هر ساله 2 ریال برای بنزین معمولی و 2.5 ریال برای بنزین سوپر به مدت 5 سال افزایش پیدا بکنه. دیشب دومین مرحله این تصمیم عملی شد و از نیمه شب دیشب تا به حال بنزین معمولی به نرخ 10 ریال و بنزین سوپر به نرخ 12.5 ریال به مصرف کنندگان عرضه میشه. اینجا یکی از پمپ بنزین های تهران هستش و همونطور که ملاحظه میکنی خلوتی زیادی به چشم میخوره. شما تو این جایگاه کار میکنی؟ بله. اسم شما چیه؟ ایرج پارساورس. آقای پارساورس، شما دیشب اینجا بودین؟ بله. چه تفاوت عمده ای بین دیروز همین موقع و امروز مشاهده میکنید در این جایگاه؟ از نظر شلوغی اختلاف بسیاری داشت، به این علت که عده زیاد سعی میکردن که با نرخ قدیم بزنن و به نفش مشتا حدودی، حتی نزدیکای 12 که بود هر کی سعی میکرد بیاد بنزین رو زودتر بزنه که به اصطلاح به نفش باشه. بله. و یه دم اعتراض میکردن که 12 به بعد که بنزین میزدیم سوپرو میگفتن چرا 12 ریال نیستش، 12 ریال و دهشی اصلا سعی نیست، به خاطر این که بخوایم حساب صحیح بکنیم اصلا جور در نمیاد. خانم شما به عنوان خریدار به این فروشگاه مراجعه کردید؟ بله، اونم می ماشین بخرم. بله، ماشینی که مورد نظرتون بود تونستیم پیدا کنیم با قیمت مناسب؟ عرض کنم که من ماشین مورد نظرم بنز بود، اما با توجه به گران شدن قیمت بنزین فکر کنم دیگه صرف نکنه که ماشین 6 سیلندر و 8 سیلندر خریداری شه. اینه که یه خورده خواستم تغییر جهت بدم و این نمایشگاه اومدم ماشین 4 سیلندر میبینم نیست و مثلا این ماشین های آلمانی دیگه ای پیدا کنم که 4 سیلندر باشه و مصرفش کم باشه ترجیح میدم اونو بخرم. خب وضع بازار اتومبیل در حال حاضر چطوره؟ الان به صورت سابق نیست، یعنی میتونم بگم خوب نیستش. علتش چی است؟ علتش چند تا مسئله هستش که اینا باعث این به اصطلاح خراب بودن بازار میشه. یکی این که الان اتومبیلا از قیمت سابق خیلی تفاوت کرده، یعنی یک اتومبیلی که مثلا در سال 74 بوده 100 تومان الان شده دوبل اون قیمت، یعنی 200,000 تومان، یا همچنین یه اتومبیلی که قبلا خرید و فروش می‌شده الان به علت مالیات و یکی دیگه این که بنزین قیمت بالا الان خریدار نداره. آیا مسئله دیگه هم هست که دلیل بر کسادی بازار اتومبیل باشه؟ مسلماً هستش و اونم اینه که خب یه مقدار کارهای ساختمانی راکت شده و کسانی که دستن در کار کارهای ساختمانی و کارهای دیگه اصلا بودن، یعنی پول من میتونم بگم تو دست مردم به اون صورت سابق نیستش و ما هم همینطور تو این بازار فروشمون کمه و همکارای منم به همچنین من فکر میکنم. شما با گران شدن بلیط سینماها موافق هستید؟ نه خیر، من فکر میکنم اگه ارزون بشه خیلی بهتره چون نمیصرفه. شما اگه ارزون بشه دیگه نمیای سینما؟ نه اصلا برای من فرق نمی کنه، ولی هر چقدر اگه فیلم خوب باشه من موافقم که گرون باشه بیام اینجا سینما. آقا شما موافق هستید که بلیط سینما گرون تر بشه؟ اصلا نه. اگه گرون تر بشه دیگه سینما نمیاد؟ من اصلا خیلی کم سینما میام، یه گاهی وقتی. نه خیر، چون همینم که هست، اگر من اعتقاد دارم که شهرداری مالیاتش کم بکنه به نفع مردم هم هست. من موافقم واقعا با این بسته شدن سینما، برای که همون موقع هم که ارزون بود خیلی فیلم ها ندیدنش بهتر از دیدنش بود. الان هم که بسته شده اصلا اهمیتی نداره، بسته بشه به جاش کتاب خونه بشه. در سال به ندرت یه فیلم یا دو تا فیلم خوب نمایش میده، اونم حد اکثر وقتا یا آخرش رو عوض میکنن رو دوبله یا که یه دستکاریاش میکنن که باز مقصود اصلی فیلم رو نمیرسونه. بهتره یا فیلم خوب بذارن واقعا بدون سانسور کردن یا که نه. من اگر که تو شهرمون دانشگاه وجود داشت که اصلا به تهران نمی اومدم. مشکلات زندگی تو تهران خیلی زیاده، واقعا سرسام آوره برای یه دختر جدا شدن از خانوادش و زندگی کردن تو تهران به خاطر تحصیل، واقعا وحشتناکه. من اگه تو شهر خودم دانشگاه داشتم محال بود بیام تهران. آقا ترافیک کشنده است، واقعا کشنده است. یکی از بزرگترین گرفتاریه که تهران برای آدم ایجاد میکنه اینه که وقتی از شهرستان میایم تهران میریم هر جو خونه نمیدن، میگن شما مجردید و خونه بهتون نمیدیم. خب با فامیلم که نمیشه اومد تهران، مجبوری برای تحصیل تنها بیای تهران.
بعد از تمام شدن دبیرستان آدم واقعا نمیدونه چی کار بایستی بکنه. اگر یه دانشگاه تو شهر من وجود داشت اینو مشکلاتو حل میکرد و من نمیومدم تهران. یه مسئله که خیلی مهمه مسئله غذا و اینا که بیرون خیلی گرونه، تو خونه ما میخوایم خودمون غذا بپزیم، خب که به درس برسیم. گرفتاری اصلا اینکه وقت شهرستان اونجا به خانواده اونا غذا میپختن، برای ما برای وقت بیشتری داشتیم، برای ما غذا خودمون بپزیم، تهران با نیومدن جاگاهی و خونه این و اون بریم، برای این درس دیگه نمیشه. مسئله دوری راه به دانشگاه و این ترافیک وحشتناکی که تهران داره واقعا مشکله. کمبود اتوبوس، وسیله نقلیه، همه چیز، هر چی که شما فکر کنید تو تهران مشکل هست که بتونه جلوگیری بکنه از اینکه یه دانشجو بتونه با خیال راحت درس بخونه. یه مثلا مسئله روانی و عاطفیه که وقتی آدم از خانواده‌اش جدا میشه مشکل‌تر میتونه، خیلی مشکل‌تر میتونه درسشو بخونه تا زمانی که فکر از جانب خانواده راحته. من این خیلی عاطفی و روانیه به نظر من. آدم خونه‌اش ول می‌کنه، زندگی‌اش ول می‌کنه، میاد توی شهر بزرگ تحصیل کنه، واقعا گرفتار میشه. ما از شهرستان اومدیم و الان هم اومدیم اینجا، دیم واقعا گرونه. کدوم شهرستان بودیم؟ از زنجان اومدیم خودمون. میوه اونجا چطوره؟ اونجا بهتره و نرخاش از اینجا مناسب‌تره و مرگم هستش. اینجا میوه‌هاش هم چیزی نیستش. حتی تازه دیروز من در خیابان شاه بودم، اونجا نارنگی رو 8 تومن 5 تومن میدن، اینجا میدید 12 تومن. میگم چرا؟ میگه من از دلال خریدم. و واقعا هم زیاد مناسبم نیستش برای اینا. شما هنوز هم به تحریم میوه خرید میوه ادامه دادی یا نه؟ البته تو شهرستان خودمون. بله شهرستان خودتون، یعنی زنجان. زنجان هستش اینجا. شما من گوشت خریدم خانم، بعدم اینجا خیار بخرم میگه 7 تومن 5 ولی از پایین شهر لویزون خریدم 5 تومن. نرخ قانونیش 7 تومن 5 داره. میگم دیگه، میگم من خریدم 5 تومن، دروغ که نمیگم که. اینجا خریدم میگه 7 تومن 8 تومن. ارزون تر از نرخم قریزی که. خب اینم یه بهتر، این دار فرق معامله است. میوه اصلا احتیاج به نرخ نداره، میوه خود به خود تنزل میکنه. نخریدم خودش خود به خود تنزل میکنه. این قانون میوه است. برای ایام عیدم برای خرید میوه باز با همین مشکلات با همین مشکل روبرو شدیم و نخریدیم. من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم. خب شما تا کی میخواین این کار رو ادامه بدین؟ والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه‌م هم پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم. ولی این نمیتونه ادامه پیدا کنه. شما در ایام عید برای پذیرایی از مهمونتون میوه ابدم هیچ هیچ. خب بی خود گرفتن. شما دوستاتون رو تشویق میکنید؟ همه مردم، حتی خونهشون که رفتم اگر بوده نخوردم. بلکه من تحریم کردم، نه برای اینکه فقط نخرم، نخ